خب دوستان در این بخش دیگر کنترل هایی که در کامان کنترلز وجود داشت رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد یکی از کنترل هایی که هنوز بررسی نکردیم اون رو دیت تایم پیکر هست همونطور که میبینید یک باکس مشابه یک تکس باکس به ما میده که کاربر میتونه تاریخ رو از اون انتخاب بکنه به این صورت البته به درد ما ایرانی ها به اون صورت نمیخوره چون باکس تاریخ اون میلادی هست برنامه نویس ها اکثرا خودشون یک چیزی مشابه این برای وضعیت های شمسی ایجاد کردن و دارن ازش استفاده میکنن اما این کنترل به هر حال تاریخ ها رو بر اساس میلادی به ما خواهد داد ببینید دیت و ماکس دیت میتونه داشته باشه یعنی میزان انتخاب رو میتونه محدود بکنه و باز فرمت میتونه داشته باشه که فرمت نمایش تاریخ رو میتونید در اونجا به صورت دلخواه خودتون تعیین بکنید باز دراپ داین الاین رو میتونید تعیین بکنید از کدام سمت باز بشه الان ببینید سمت باز شدن به سمت راست منتقل شد کلا این کنترل برای ما ایرانی ها در مواردی که رفتار تاریخی ما شمسی هست به اون صورت مفید نیست و مصرف زیادی نداره کنترل بعدی لینک لیبل هست لینک لیبل مثل لینک های HTML عمل میکنه مثل تگ A در HTML کار اون اینه که یک متنی بگیره ببینید مثلا و حالا میتونه یک مکان برای مراجعه یک محل برای مراجعه داشته باشه ببینید مثلا میتونه با کلیک شدن یک اتفاقی بیفته به این صورت دقیقا مشابه یک تگ A در HTML عمل میکنه شبیه یک باتن هست فقط به جای اینکه دکمه باشه یک متن هست مثل یک لیبل فایده یا اون اینه که رنگ بندی میتونه داشته باشه در لحظه ای که قراره که عادی نمایش داده بشه در لحظه ای که کلیک میشه ببینید اکتیو لینک داره اینها رو میتونیم تعیین بکنیم و ازش استفاده بکنیم خاصیت مهم دیگه هم به اون صورت توی این کنترل وجود نداره کنترل بعدی ماسک تکس باکس هست تکس باکسیه که به وسیله یک خاصیت به نام ماسک اجازه ورود هر چیزی رو نمیده مثلا ببینید شما اون روی حالت نامریک ست میکنید حالا دیگه توی این تکس باکس کاربر نمیتونه به جز عدد اون هم به تعداد این تعداد رقم چیز دیگری وارد بکنه من الان ببینید کاراکتر دارم سعی میکنم وارد کنم ولی اجازه ورود کاراکتر رو به من نمیده حالات مختلفی برای ماسک کردن داره مثل فون نامبر دیت ها هر چند میتونیم اونو کاستوم هم بکنیم به وسیله صفر ببینید با این تعداد صفر اون رو کاستوم کردیم پرومت کاراکتر اون رو هم میتونیم عوض بکنیم این خط ها همون پرومت کاراکتر هستن مثلا به جای اون دالر بگذاریم حالا ببینید در هنگام تایپ عوض میکنه ولی به جای اون خط پایینی دلار نمایش میده دیگه خواست دیگه اون مشابه یک تکس باکس معمولی هست به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید کنترل بعدی که جالب هست ناتیفای آیکون هست اگر دوست دارید بدونید ناتیفای آیکون چیه با هم ببینیم ناتیفای آیکون اینه این آیکون هایی که در کنار ساعت سیستم قرار داره و هر کدوم توسط یک نرم افزاری مدیریت میشه منم الان برای نرم افزار خودم ناتیفای آیکون گذاشتم حالا یک آیکون باید برای اون ست بکنیم تا بتونه ازش استفاده بکنه یک تکست هم میگیره ببینید مثلا تست وضعیت تولتیپ تیپ اون رو هم میتونیم مشخص بکنیم مثلا وارنینگ باشه حالا ببینید حتی بیشتر اوقات تا وقتی که آیکون نگیره نمایش داده نخواهد شد. حالا یک آیکون هم برای اون ست میکنم. میریم سراغ فولدر ویندوز، در اونجا آیکون وجود داره. تا این کنترل بتونه استفاده بکنه. دقت کنید من الان یک آیکون قرار دادم برای برنامه خودم همونطور که میبینید متنی رو هم که گذاشتم در اینجا به من نمایش میده کنترل جالبیه از دات نت 2005 وارد ویژوال استودیو شد قبلا باید با اپی آی ها خیلی درد سر می تا یک همچین چیزی در نرم افزار ما به وجود بیاد همونطور که میبینید حتی خاصیت کلیک و دابل کلیک هم داره و میشه مثلا با کلیک کردن اون ببینید الان با کلیک کردن این فرم به نمایش در میاد برای آنتی ویروسی که من در اختیار دارم میتونه برنامه ما هم به همین صورت با کلیک شدن مثلا صفحه اصلی اون به نمایش در بیاد و مورد استفاده قرار بگیره خب بریم سراغ نامریک آپداون نامریک داون یک تکس باکس هست با این تفاوت که درون اون فقط میشه عدد وارد کرد و بازه عددی هم میتونیم برای اون بذاریم مثلا مینیمومش 10 باشه ماکسیموم اون 500 حالا دیگه عددی خارج از بازی 10 تا 500 درون اون نمیشه وارد کرد ببینید بیشترین مقدار اون 500 هست بیشتر هم نمیگذاره کسی وارد بکنه کمتر از ده رو هم اجازه نمیده مثلا شما قصد دارید سن اشخاص رو بپرسید یک نامل کابدان بگذارید و روی مثلا پنج تا صد و پنجاه اون رو ست بکنید چون کمتر از پنج ساله ها رو نیاز ندارید اطلاعاتشون رو بگیرید دیگه بیشتر از صد و پنجاه سال هم که در حالت طبیعی هیچ انسانی اوم نمیکنه. به راحتی ازش میتونید استفاده بکنید جالبی اون اینه که توزن سیپریتور هم داره اجازه بدید من بازه ماکسیموم اون رو بیشتر بکنم حالا میبینید که توزن سیپریتور اون هم فعال میشه ببینید به این صورت توزن سیپریتور این کامایی هست که اعداد رو سرقم سرقم برای ما جدا میکنه خب پیکچر باکس دوستان کنترل ساده ای هست یک تصویر رو برای ما در خودش نمایش میده ببینید الان چوز ایمیج میزنم من این تصویر رو درون خودش نمایش میده اگر هم دوست دارید یک توضیح در مورد این تصویر داشته باشیم تیم کاری زبان برنامه نویسی سی شارپ هستند در این عکس که مشاهده میکنید که در شرکت ماکروسافت عکس گرفتن همونطور که می بینید سازنده و مبدع زبان سی شارپ هم در پایین در اینجا نشسته و بقیه تیم که خوشبختانه دو ایرانی هم در این تصویر وجود دارند و جزء تیم کاری زبان سی در شرکت ماکروسافت هستند خب بریم سراغ این کنترل همونطور که میبینید این کنترل حالت ارور ایمیج هم داره و میتونه در حالتی که هیچ تصویری وجود نداره یا تصویر مشکل داره یک تصویر دیگر رو برای ما نمایش بده میتونیم برای استفاده از این کنترل از بکگراند ایمیج اون استفاده بکنیم در این حالت حالات استرچ و غیره هم فعال میشه یعنی تصویر به اندازه خود کنترل برای ما در میاد این هم یکی از کنترل های مفید و رایج در محیط ویژوال استودیو هست که به راحتی میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا در نرم افزارهای حقوق دستمزد شما میتونید یک باکس به این صورت قرار بدید و تصویر اشخاص رو هم دریافت بکنید و نمایش بدید خب بریم سراغ پروگرس بار پروگرس بار کنترل جالبیه روندهای پیشرفت رو میتونه نمایش بده اگه دقت کرده باشید بعضی مواقعی که دارید برنامه نصب میکنید یک پروگرس باری روی صفحه میاد و میزان پیشرفت رو نمایش میده این هم همون هست ولیو داره مینیموم ماکسیموم داره من الان ببینید با زدن این دکمه کاری میکنم که ولیوی پروگرس بار بیشتر بشه به این صورت هر بار یکی به اون اضافه میکنم ببینید به این صورت این مقدار تا وقتی اضافه میشه تا به صد نرسه چون ماکسیموم اون صد بود و اگه به صد برسه به نقطه پایان میرسه و بیشتر از اون دیگه نمیتونه بره میتونیم وضعیت نمایش رو تغییر بدیم تا به حالات دیگری در بیاد مثلا اونو به حالت مارکیو تبدیل بکنیم هرچند به اون صورت تفاوتی در نمایش ظاهری نداره و با یک شکل خیلی خاص برای ما توی صفحه نمایش داده میشه کنترل بعدی ریچ تکس باکس هست کنترلی مشابه تکس باکس ها با این تفاوت که متن های دارای فرمت رو هم میتونیم درون اونها وارد بکنیم و ازشون استفاده بکنیم این کنترل فایل RTF میتونه بخونه یا فایل RTF به ما پس بده مثلا میتونیم توی این کنترل بخشی از یک متن رو با یک رنگ و بخش دیگر رو با رنگ های دیگه در صفحه نمایش بدیم و از اون استفاده بکنیم و اما کنترل تول تیپ کنترلی هست که مشابه همین تول تیپی که الان برای خود تول تیپ به نمایش در اومد باکس های زرد رنگی که در صفحات نمایش داده میشه برای کمک یا توضیحات به کار میرن کنترلیه که خیلی ساده است به راحتی میشه ازش استفاده کرد و مبحث خاصی به اون صورت نداره یک متن رو در اون وارد میکنیم و اون برای ما در لحظاتی که موس روی بعضی از کنترل ها قرار میگیرن نمایش داده میشه و اما کنترل وب بروزر کنترلیه که توی صفحات ویندوزی به ما اجازه میده که بر اساس یک یو آر وبسایت های مختلف رو نمایش بدیم مثلا الان ببینید من http دو نقطه اسلش www yahoo.com رو نمایش میدم حالا وقتی که برنامه اجرا بشه اگه به اینترنت وصل باشیم سایت یاهو رو برای ما در این باکس کوچک باز خواهد کرد در روندهای نمایش وبسایت ها در پروژه های ویندوز اپلیکیشن میتونه مفید باشه دوستان کامان کنترل ها به پایان رسید میریم به سراغ بخش های بعدی و دیگر کنترل هایی که در اختیار داریم رو با همدیگه دیگه بررسی خواهیم کرد